وقتی دنیای ما، جهان ما امروزه با یک چنین مشکل بسیار گسترده و کلان روبروست، چرا دولت ها فقط اتکا میکنن برای تنها تصمیم هایی که ضمانت اجرایی ندارند؟ نشست برگزار میشه ولی چنانی که از صحبت های شما برمی آمد و معلوم میشد که شما امیدی بر تصمیم هایی که اعلان میشه ندارین، اینها صورت عملی پیدا نمی کنند. چرا کشورها و مردم دنیا به این مسائل بی توجه هستند؟ متاسفانه کشورهایی که ساختار اقتصاد بازار داره، کشورهای دموکراتیک، اینا باید از مردم خود رای بگیرند و بیشتر کمپانیایی که زغال سنگ می سوزانند، بیشتر استخراج می کنند منابع را، اینا بیشتر برای کمپاین رؤسای جمهور پول می تن، امی کسایی که اقتصاد بلند دارند به خاطر استخراج، اینا پایه های قوانین سست می سازند. و دوم دیگه یک بحث دراز مدت از شما، تغییرات اقلیمی یک پروسه است، چون 5 سال بعد میفهمه یک رئیس جمهور از 3 سال، 4 سال، 5 سال از ریاست جمهوریت در ساختار اقتصاد بازار معمولا میفهمن که تا 5 سال من میتونم مردم را بفریبم، اونجا اگه امضا میکنم قدرت اجرایی نداره، فقط رای مردم را میگیرم. یعنی ایتو یک استراتژی وجود نداره، یک برنامه که برای 25 سال بعد، 30 سال بعد محاسبه بکنن که یا برای نسل بعدی. ای خو عدالت بین النسلی یا امو انترجنریشنال اکویتی یا امو عدالت بین النسلی رو ما از بین میرم، ما قربانی سبایی ها رو ما بیشتر قربانی میکنیم. ای بس بسیار کلان از و بیشتر ای چون یک پروسه است، در دراز مدت است و اونا هم از کسای پول میگرن، رؤسای جمهوری که بیشتر اونا در صنعت زغال سنگ و نفتی یا که به کمپاینشون پول میده، گپ از اونا رو میگرن، لبیک میگن و در دراز مدت متاسفانه که مردم اینی یک وضعیت میشه که جهانیان در تعدید میاره، سایر حیات در تعدید میاره، اکوسیستم های ما را از بین میبره و سفره های مردم خالی میسازه. بله جناب استاد، شما در لابلای صحبت هایتان یک تصویر از آنچه در آینده به افغانستان به لحاظ تغییرات اقلیمی فراهم خواهد شد برای ما لطف کردین و این تصویر ارائه کردین که فاجعه بار است. ولی در بیش از 2 سالی که پس از که قدرت به گروه طالبان تسلیم داده شد، برخورد این عجوبه ها را با محیط زیست شما چگونه دیدین و چگونه دریافت؟ اینو خیلی تعریفی از محیط زیست ندارن. یک پدیده شومه که 50% از شهروندان خود در خانه شانده، زنان اجازه تحصیل نمیده، یک کسی که گپ زدن اجازه نمیده برای مردان، باور برای گفتمان نداره، یک کسی که همه چیز فکر میکنه که خداوند میاره. چند وقت پیش یک همکارای ما رفته بودن از اداره ملی حفاظت محیط زیست پیش یکی از وزرای از اینا که این اداره بودی ضرورت است، ما هم یک چیزی برشان کمک کردم، اینی دلایل بگوین. او گفته بود که حال ما آمدیم دعا میکنیم این دریای کابل آب پیدا میشه و بعد از او دیگه دنیا گل و گلزار است، در حالی که ما شما دیدیم که 5 سال دوره اول طالبا خوشسالترین سالا بوده در قرن، که حتی طالاب قرغه خشکید، کولاشمت خان خشکید و زیادتر جانا. اینا هیچ اید نمیشه یک تعریف واقعی از طالب داد که در راستای حفاظت از محیط زیست چی میخواید بگویه و چی داشته باشه. به همون خاطر است که در 2 سال پسین، در 3 سال پسین، هم در کاپ گلاسکو، هم در سال پار در کاپ شرم الشیخ در مصر و هم امسال، اینا را دعوت نکردن. بله، آیا تلاش های فردی در کشورهای نظیر افغانستان میتونه کمک کنه که این زیان ها کمی و تعویق بیفته؟ بله، تلاش های فردی میتونه کمک بکنه، نهادهای مردم محور باشه، نهادهای مردم محور باشه که سر الگوهای مصرفی فکر کنن. بازم برای دولت ها برمیگرده که چه نوع حیاتی را اینا کشت کنن که خشکی پسند باشه، مثلا چه نوع درختی را غرس کنن که خشکی پسند باشه، با آب کم بتونن ای را سایر سبز سازن، دعوت بکنه بارانه و بتونه فرسایش خاک
کم بسازه، یا از بعضی از بوته هایی هست که میتونن از حبوبات استفاده بکنن که خشکی پسند است. مثلا در افغانستان ایت نیاز نیست که ما برنج کاش کنیم، یا حتی گندم بسیار از کشورها تر همیتن در صورتی که کمابی می باشد در کشورها، باید حکومت ها سبسایدی بکنن، یارانه بتن برای دهاقین و بیمه شوه اونا که اونا کش نکنن، از بیرو وارد بکنن که آب زایی نشه، چون در افغانستان غرقاب بلد هستن، بیشترین آب در افغانستان استفاده میکنن در سر زراعت و مالداری خود. با اون ملحوظ این روش ها وجود داره که خود مردم این کار انجام بده، سر الگوهای مصرفی خود، سر مصرف آب شرب متوجه باشن که ای است. ذخایر آب شرب میتونن در منطقه کار بکنن، بیشتر مثلا برای حیوانات خود یک جایی که آب میآید از تمام آبایی که از متمرکز میسازن در یک بخش تالاب واری جور میکنن، بهار از استفاده میکنن، هم میتونه ریچارج کنه آبای زیرزمینی را، دیگه حیات هم کمک بکنه. اینی برنامه است، اما این بسنده نیست، چون اینقدر شتابان است که باید از چند جبه، اما جبه کشور بین الملل کنوانسیون را جذب کنیم از پول. ما یک کانسپتی را که داده بودیم در سال 2016 که سال 2020 باید آغاز میشد، ما 1.2 میلیارد دلار در سال تقاضا کرده بودیم از جهان، با توجه به اینکه ما چهارمین کشور متضرر از دید تغییرات آب و هوایی هستیم. اونا در پرنسیپی را قبول کرده بودند، امکان از این بود که سال اول ما میتونستیم 100 میلیون دلار همی تو آیسته تا سال 2030 بتانیم با مستحق برسانیم، چون ظرفیت کار داره، باید ما هر سال گزارش بدیم، بریم در دبیرخانه سازمان گفتمانا بکنیم، لابیگری بین کشورهایی که هم قسم ما مشکل دارن، کشورهای همسایه، کشورهای آفریقایی که رنگ میبرن، با اونا باید یک جای میبودیم که متاسفانه چیز برالای ما پیش رفت. سال 2020 ما تانستیم 20 میلیون دلار به خاطر ظرفیت سازی بگیریم از جهان، که سال بعدی باید 100 میلیون دلار میگرفتیم، که آینده علی ما به پیش رفت و طالب آمدن، متاسفانه که وضعیت به این شکل شد. بله، کرسی افغانستان در این نشست‌ها و نشست‌هایی که در محور تغییرات اقلیمی برگزار شده و میشه خالی است و گروه طالبا هم تنها مکه دنبال میکنن، فقط یک جمله را یاد گرفته بودن که ما متضرر هستیم و جهان باید غرامت گویا بپردازه به خاطر اینکه ما متضرر هستیم، و چرا کرسی را بر ما نگذاشتن و نماندن که یک کسی به نمایندگی از افغانستان اونجا شرکت بکنن. در گذشته وقتی افغانستان شرکت میکرد در این نشست ها، فرصت شرکتش بود، چی چیزی برای گفتن داشت، برای ارائه کردن داشت و چی چیزی را میگرفت؟ خب امی اداره ها، امی اداره ما هم اداره نوپا هست، کشورها از 60 سال به این طرف، خب ما شروع کردیم بدون ای که 4 نفر متخصص داشته باشیم، بالاخره 11 تا سطح دکترا و ماستری زیاد دوستا رفتن آمدن، ظرفیت سازی کردیم در طی 15 سال. ولی ما گرفتیم 5 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، 20 میلیون دلار در طی پس از سالهای 2015 تا سال 2020 ما گرفتیم، و عضویت خود عضویت کنوانسیون هم یک شرایط داره که ما تانستیم خود با مو شرایط از او وفق بتیم و بتانیم نامزد شدیم در شرایط از او. گفتمانه صورت می گرفت، لابیگری ها هم حتی در سال آخر صورت گرفت، یک گروه تخنیکی خوب ما داشتیم که رفتیم با کشورهای همسایه، با کشورهای آفریقایی صحبت صورت گرفت، پیدا کردیم کشورهایی که مثل ما آسیب دارد. دو گزارش از وضعیت آب و هوایی افغانستان از وضعیت تغییرات اقلیمی رو به دبیرخانه کنوانسیون دادیم که آل 8مین گزارش دیگه کشورها داده، کشورهای پیشگام 8 گزارش داده، ما هم 2 گزارش داده بودیم، قرار وای بود که سال بعدی گزارش سوم هم تایید کنیم. باز از روی گزارش جهان میبینه دارالانشار یا عمو دبیرخانه کنوانسیون نشست تکنیکی میکنن، میبینن که چقدر ما میتونیم در کدام اوضاع یا آسیب پذیر هستن، از کدام روش ها یا استفاده میکنن، مثلا سفره های آبای زیرزمینی خود احیا کنن، مثلا سر پرنده های مهاجر چطور میتونن اینیا کاری رو بکنن، مثلا سر غرس ساعت سبز پوشی یا جمعیت جنگلی چه کارهایی رو میتونن اینا انجام بدن. این مسائل میشد، مشکل ماست، مشکل جهان نیست، چون شرایطی را که کاب داره کشورها باید عضویت دهکده جهانی را داشته باشند که در این نشست‌ها دعوت شوند، و پروژه‌ای را هم که میتن پروژه‌ای منطقوی است. شما توجه داشته باشند جنگلی که در افغانستان هم ما
گسترش میدیم یا جمعیت جنگلی را شکل میدیم، به وجود میاریم جمعیت جنگلی مصنوعی را. این در امریکا هم باشه، در افغانستان هم باشه، در پاکستان هم برای جانی ها یکیست، چون کاربن زدایی میکنه، کاربن جذب میکنه و دیگه مثلا تلطیف هوا و دیگه مفادا رو به منطقوی میاره، به سطح محلی میاره، اما به سطح جانی کاربن زدایی، هدف جان کاربن زدایی است. ما وقتی که دیج نتونیم دی عضویت از ایره بگیریم، میته ای پروژه ما را پروژه منطقوی است به پاکستان، میته ای را به ترکمنستان، میته ای را به تاجکستان. به این خاطر است که من نگران بودم، دو سه بارم به اداره گپ زدم، گفتم اگر چیزی از دستم بیاید ما بتونم به خاطر مردم خود، چونی مسئله محیط زیست از سرنوشت مشترک ما از گره خورده، با اون خاطر من دو سه تا گپم بر ازیا گفتم که شما چه اشتراکات دارین با جهان. دو تا مسئله را گفتم شما زیر دست بگیرین. یکی تروریسم، وقتی که کار نباشه مردم خوراک تروریسم میشه، بیکاری 70% مردم شاغل از در زراعت و مالداری، به این خاطر تو میتونی یک دفاعی قوی داشته باشی. سه چهار بار برام زنگ زدن از رهبریشان اینا. دوم هم سر یکی مهاجرت گفتم که جهان هجرت هم امروز بسیار جنجال داره و جهان هجرت یک چالش جهانی است. به این خاطر شما میتونین بگوین که مهاجر میشه بیشتر مردم از اینجا و تروریسم از اینجا شکل میگیره، یک کانسپت جور بکنین بتین به جهان. اما جهان یک شر... مثلا فلسطین دعوت است، امسال فلسطین دعوت است، اما یگانه کشوری که دعوت نیست مثلا سودان جنوبی که نو شکل گرفته، مثلا نیو پاپاگینی، این پی جی، این کشورهای نوزاده شده است، خصوصا الوکی کشور بزرگ است، اما این کشورهای نوزاده شده کلشان هستند، حتی فلسطین. اما افغانستان وضعیت نداره که این بسیار مرا درد میده به عنوان انسان سبزندهش و نگران از این وضعیت هستم. بادر یخچون میرازداران تاریخ 5000 ساله اونجا هستن، با اون نسبت متاسفانه فرصت ها را از دست دادیم. جناب استاد، از اداره محیط زیست شما احوال دارین که گروه طالبا با کادرهایی که در اونجا کار میکردن و فعالیت میکردن چی میکنن؟ آیا اونها را هر روز دستور میتن که نماز جماعت برن، دعا بخوانن که باران بباره، یا دعا بخونن که آب هنچین انتقال پیدا کنه و دریای کابل، یا اونها هم مشغول کارهایی هستن و فرصت دارن که بتانن کارهایی را به نفع مردم، به نفع سرزمین ما انجام بدن؟ ای اداره را میخواستن از بین ببرن با توجه به چند تا دلایلی که ما ارائه کردم همراه دوستای خود در بیرون. ایر دفاع کردن، کارمندا گفتن یک اداره پولساز است، در اصل شما تا چیز بکنین این پولساز میشه ای داره به نفع اصل گپ برشان دادن. جناب استاد، به همین خاطر نگاه کردن ای داره را، عملا فرار مغزا ادامه داره. بیشتر کادرای ما تقریبا 12 13 نفر از کادرای بسیار خوب و پیشتاز ما که مستری داشتن در کشورهای مختلف، مثلا ژاپن، چین، هند، ایالات متحده، اینا فرار کردن، عمل در غرب هستن دیگه. کسایی هم که مانده انگیزه برشان نمانده، چون به حد اونا را فشار میاره که نگاهشان تغییر میده و انگیزه نمانده. وقتی که انگیزه نباشه دیگه طبیعتا نمیشه که کاری کرد. بله، به تردید. و به عنوان سوال آخر جناب استاد، آیا ما چیزی امروزه روان به طرفی است که منابع طبیعی رو به اتمام است؟ ما چیزی برای نسل آینده کدام دستاوردی را به میراث میگذاریم، یا یک سرفگندگی دیگه را در کنار سرفگندگی هایی که داشتیم برای نسل بعدی انتقال میدیم؟ خب در سطح جهان اگر بحث بکنیم، ما دو نوع منابع داریم، منابع پایدار است و منابع غیر پایدار. منابع غیر پایدار منابعی هستند که اینا یک بار مصرف میشن میرن، مثلا معادن است استخراج میشه خلاص میشه، نفت است، گاز است، اینا خلاص میشه. اما منابع پایدار ما را در صورتی که ما مدیریت سالم نکنیم، مثل جمعیت ماهی ها را هر قدر که حفاظت بکنین شما میتونین زاد و ولد بگیرین، جمعیت جنگلی را میتونین، آب را میتونین، توسط هم طبیعت میتونه خودش خود پالایی بکنه، خود دوباره حیا شود، خاک را میتونین
دست فرسایش بانن و همیشه از استفاده کنن. امروز منابع خاکی جهان یک بر سیم از بین رفته. افغانستان ما قانون خاک نداریم که نمیدانیم چند درصد، اما ایره میدانم که شتابان خاک ما از بارور شدن مانده میره به طرف فرسایش اتمی، که وقتی که یک خاک فرسایش شود 100 سال کار داره که دوباره احیا شود. خاک یک منبع است که بسیار به دیری، شما یک مشت خاک اگه بخواید بسازین 500 سال باید انتظار باشین که خاک دوباره احیا شود. آب ما متاسفانه خوانه وضعیت خبر هستین که آبای زیرزمینی از بین رفته، فاجعه دیگه هم امکان داره که به وجود بیاید، امکان داره که شهر کابل یک قسمتش افت کنه و من نگران ازی هم هستم، چون آبها به عنوان ستونهای یک ساختمان واری عمل میکنه در زیر زمین. وقتی که در این قسمت منفس به وجود بیاید با اندک زمین لرزه، که ما کشوری هستیم که در حلقه زمین لرزه هم هستیم، با اندک زمین لرزه و یا هم انفجاراتی که صورت میگیره، انتحارهایی که صورت میگیره، امکان از این وجود داره که افت کنه یک قسمت کلان. یک سفره آب زیر زمینی به اندازه خیرخانه است، یعنی میتونه خیرخانه روانه ای دونست، که ما در کل در شهر کابل 3 الی 5 سفره آب زیرزمینی داریم که اکثریت از اینا چیز شده. جمعیت جنگلی ما رو شما میدانید که هر روزه جنگل تراشی شتابان هست و ما در منطقه هستیم که امکان داره که سال بعدی خودسوزی جنگل ها در اثر گرمایش زمین بسیار شتابان شوه. در کنار ازی فقر که گسترده شوه، از الوار ازی مافیای منطقوی دوزی میکنن، ما در منطقه هستیم که زیادترین جنگل زدایی دست آسیا داره. یعنی هم آب ما رفته منبع پایدار، هم خاک ما رفته و هم جنگلات ما رفته. دیگه آینده حالای ما به پیش میره و حراس دارم ازی که ما به نام افغانستان چیزی نداشته باشیم و اکثریت از کشور مردم افغانستان برن بکوچن.